واقعیت دنیای ما چیه؟ به صورت کلی دو تا مسیر مختلف رفتیم برای پیدا کردن جواب این سوال. اولیش این بود که سرمون رو بالا گرفتیم و در مورد اجزای بزرگ سازنده دنیامون تحقیق و تفکر کردیم. مثل ستاره ها و سیارات و کهکشان ها دومیش این بود که سرمون رو پایین آوردیم و ریز شدیم توی کوچکترین اجزای سازنده جهان یعنی اتما الان میدونیم که همه چیز تو دنیای ما از اتم ساخته شده اتما هم خودشون از ذرات زیراتمی مثل الکترون و پروتون و نوترون ساخته شدن باز پروتون و نوترون خودشون از ذرات دیگه به نام کوارک تشکیل شدن خب تهش چی؟ ماهیت واقعی کوارک چیه وقتی که خیلی زوم کنیم روی اجزای سازنده این دنیا ته تهش به چی میرسیم یکی از نظریات جالبی که برای این قضیه وجود داره نظریه ریسمانه که حرف کلیش اینه که همه چیز تو دنیای ما از ریسمانای خیلی خیلی کوچیکی از جنس انرژی به وجود اومده تو این ویدیو اول یه نگاهی میندازیم به اینکه اصلا چی شد که یه همچین نظریه عجیبی به وجود اومد بعدش بررسی میکنیم که این نظریه حرفش چیه دنیای ما رو چطور توصیف میکنه بعدش هم میریم سراغ ایرادات این نظریه تا آخر این ویدیو با من باشید زمانی که اتمو کشف کردیم فکر میکردیم این دیگه بنیادی ترین جزء جهانه اما همونطور که تو ویدیوی داستان اتم توضیح دادم کم کم فهمیدیم که خود اتم هم از ذرات کوچکتری تشکیل شده باز همینطور که زمان گذشت متوجه شدیم که همین ذرات هم بعضی از ذرات کوچیکتری تشکیل شدن مثلا پروتونا و نوترونا که هسته اتمو میسازن خودشون از ذرات کوچیکتری به نام کوارک تشکیل شدن این ذراتی که دیگه قابل تقسیم به ذرات کوچیکتر نبودن معروفن به ذرات بنیادی برای اینکه ما بتونیم یه جسمی رو ببینیم باید نور محیط به اون جسم برخورد کنه بعدش از اونجا بازتاب بشه و وارد چشم ما بشه ذرات بنیادی به حدی ری ریزن که چنین اتفاقی نمیتونه براشون بیفته مثل اینه که انقدر ریزن که نور نمیتونه بهشون برخورد کنه و بازتاب بشه یعنی عملا برای ما غیرقابل دیدنن برای اینکه بتونیم با این ذرات فوق ریز بهتر کنار بیاییم و بتونیم تعاملاتشون رو با ذرات دیگه بررسی کنیم اومدیم یه روش جالبی ابدا کردیم. به صورت یه نقطه تو فضا در نظر گرفتیمشون. یعنی دیگه کاری با این نداریم که چه قطری دارن یا چه شکلی هن. مثلا الکترون رو به صورت یه نقطه تک در نظر گرفتیم که یه جرم مشخصی داره، یه مقدار مشخصی بار الکتریکی داره با ویژگی‌های دیگش. همین مدل سازی که معروف به ذرات نقطه‌ای کمک زیادی بهمون کرد. باعث شد ارتباطات بین این ذرات بنیادی و ویژگیهاشون رو خیلی بهتر بشناسیم و اندازه گیری کنیم در نهایت یه نظریه عالی به دست آوردیم به نام مدل استاندارد که انواع ذرات بنیادی رو با خواستشون توصیف میکنه نیروهای بنیادی طبیعت هم توضیح میده مثل نیروهای هسته‌ای قوی و ضعیف و نیروی الکترومغناطیس تو این مدل غیر از ذراتی که ماده رو میسازن یه سری ذرات هم وجود دارن که برای تبادل انرژی استفاده میشن که بهشون میگن ذرات حامل نیرو یعنی مثلا نیروی هسته‌ای قوی توسط ذراتی به نام گلون حمل میشه یا نیروی هسته‌ای ضعیف توسط ذراتی به نام بوزون حمل میشه در مورد این سه تا نیروی بنیادی یعنی هسته‌ای قوی و هسته‌ای ضعیف و الکترومغناطیس مشکلی نبود اما نیروی چهارم یعنی گرانش یه مقداری سر ناسازگاری داشت همونطور که تو ویدیوهای قبلی گفتم نظریه نسبیت عام اینشتین گرانش رو به صورت خمیدگی فضازمان فضا زمان توصیف میکنه یعنی تو این نظریه اگه جهان رو به صورت یه صحنه نمایش فرض کنیم ذرات بنیادی بازیگرای این نمایشن اما گرانش خود صحنه نمایشه دانشمندا سعی کردن با معرفی یه ذره بنیادی جدید به نام گراویتون که ذره حامل نیروی گرانشه این مشکل رو حل کنند. گراویتون هنوز آشکارسازی نشده یعنی وجودش هنوز اثبات نشده اما اگه وجود داشته باشه میتونه یه پلی باشه بین کوانتوم و نسبیت یعنی دو تا ستون فیزیک که اولی به بخشای خیلی ریز از جهان ما میپردازه مثل اتم و ذرات داخلش دومی یعنی نسبیت به قسمتهای بزرگ جهان ما میپردازه مثل ستاره ها و کهکشان ها یه نظریه به نام نظریه ی همه چیز وجود داره که هدفش اینه که کوانتوم و نسبیت عام رو با هم ترکیب کنه و به یه نظریه واحدی برسه که برای همه چیز جوابگو باشه یکی دیگه از اصلی ترین اهدافش هم اینه که هر چهار تا نیروی بنیادی طبیعت رو بتونه ادغام بکنه توی یه نیروی واحد با وجود تلاش‌های زیادی که انجام شده هنوز این اتفاق نیفتاده یعنی هنوز یکی از اصلی ترین چالش دنیای فیزیک از بین بردن ناسازگاری بین نسبیت و کوانتومه نظریه مدل استاندارد که دربارهش صحبت کردیم تا حدودی تونسته تو این زمین موفق باشه اما نه کامل برای همین معروف به نظریه تقریبا همه چیز خب پس با اینکه ذرات بنیادی واقعا نقطه نیستن اما وقتی که به صورت نقطه مدل سازیشون کردیم خیلی از مشکلات حل شد و پیشرفت‌های خوبی داشتیم اما هنوزم مسائل حل نشده زیادی باقی موند مثل همین بحث توضیح نیروی گرانش تو فیزیک کوانتوم اینجا باز دانشمندا یه خلاقیت دیگه نشون دادن به جای نقطه اومدن از یه چیزی استفاده کردن که یه درجه پیچیده‌تره، یعنی خط یا همون ریسمان نظریه ی ریسمان متولد شد یکی از پیچیده ترین نظریاتی که تا حالا به ذهن ما رسیده حرف اصلی این نظریه اینه که ریسمان خیلی خیلی ریزی از جنس انرژی وجود دارن که به شکل‌های مختلفی میتونن ارتعاش داشته باشن این لیسمانا ی بودی یعنی فقط طول دارن هیچ زخامتی ندارن هر شکلی از ارتعاش اینا باعث ایجاد یه نوع از ذرات بنیادی میشه مثلا یه سیم گیتار رو در نظر بگیرید وقتی که این سیم با فرکانس مختلفی مرتعش میشه صداهای متفاوتی تولید میکنه نظریه ریسمان میگه که وقتی که خیلی زوم کنیم روی اجزای سازنده جهان در نهایت به تارهای لرزانی از جنس انرژی میرسیم که شکل ارتعاششون باعث میشه ذرات بنیادی خاصی رو به وجود بیارن مثلا الکترون به صورت یه ریسمانی در نظر گرفته میشه که به شکل خاصی ارتعاش میکنه یا کوارک یه ریسمان دیگه است که ارتعاشش با ارتعاش ریسمان الکترون فرق میکنه برای جاذبه هم توضیحاتی ارائه میکرد برای همین نظریه ریسمان به عنوان یک کاندید قوی برای گرانش کوانتومی اعلام شد یعنی توضیح نیروی گرانش تو فیزیک کوانتوم از چالش که سر راهش بود یکیش این بود که از نظر محاسبات ریاضی برای اینکه این نظریه بتونه درست کار کنه نیاز به ابعادی بیشتر از این سه تا بعد فضایی ما داشت به طور دقیقتر به ده تا بعد نیاز داشت اما این ابعاد اضافی کجا بودن؟ ما که غیر از این فضای سه بعدی بعد بیشتری ندیدیم تا حالا جوابی که براش ارائه شده اینه که این ابعاد اضافی خیلی خیلی کوچیک و فشرده هن. منظور از فشرده بودن یه بعد اینه که وقتی که داخل اون بعد به اندازه کافی جلو برید برمیگردید به همون جای اول کوچیک بودن هم یعنی برای اینکه به جای اول برگردید مسافت زیادی لازم نیست طی بشه مثالی که خیلی از منابع برای درک بهتر این موضوع میزنن اینه که یه مورچه رو تصور کنیم که داره روی یه تناب راه میره که این تناب از دو طرف نامحدوده مورچه همینطور که در طول تناب حرکت میکنه و جلو میره میتونه حرکت ارزی هم داشته باشه یعنی دور تنابم میتونه بچرخه وقتی که یه دور کامل دور تناب میچرخه باز برمیگرده به همون موقعیت اولش پس این بعد ارزی تناب یه بعد فشرده و کوچیکه مثل همون بعدای اضافی که نظریه ریسمان توصیف میکنه اما این اتفاق در مورد بعد طولی تناب نمیفته چون مورچه هر چقدر که جلو بره به جای اولش بر نمیگرده شبیه همین سه بعد فضایی خودمون که میشناسیم کوچیک بودن اون بعد ارزی تناب باعث شده که این بعد برای یه چیز کوچیکی مثل مورچه قابل درک باشه اما برای ما انسان اینطور نیست ما از فاصله دور فقط طول تناب رو میبینیم به خاطر همینه که اون ابعاد اضافی فشرده و کوچیک برای ریسمانا وجود داره اما ما حسش نمی کنیم. خلاصه اینکه این نظریه ریسمان تلاش زیادی کرد که سوالات بزرگ فیزیک رو جواب بده اما جواب دادن به هر سوال باعث میشد سوالات و مشکلات جدیدی به وجود بیاد البته نظریه ریسمان هم یه شکل واحدی نداره دو تا نوع اصلی داره به نام نظریه ریسمان بوزونی و نظریه ابر ریسمان نظریه ابر ریسمان باز خودش 5 تا نوع مختلف داره به خاطر اینکه توصیف دقیق اینا خیلی پیچیده و ریاضیاتیه دیگه وارد جزئیاتش نمیشم پیشرفت نظریه ریسمان ادامه داشت تا اینکه سال 1995 یه فیزیکدان آمریکایی به نام ادوارد ویتن اعلام کرد که انواع مختلف نظریه ریسمان در واقع میتونن جنبه‌های مختلف یه نظریه واحد باشن اسم این نظریه رو گذاشت نظریه ام این هم باز مخالفه و موافقهای خودشو داره و هنوزم به صورت کامل فرمول بندی نشده یکی از بزرگترین دانشمندایی که طرفدار نظریه ام بود استفن هاکینگ بود که نظرش این بود که این میتونه بهترین شانس ما برای رسیدن به نظریه همه چیز باشه حالا بریم ببینیم نظریه ریسمان چه مشکلاتی داره اولین مشکلش اینه که فقط یه تئوریه که از نظر ریاضیاتی قویه ولی هیچ اثبات آزمایشگاهی براش نیست هیچ مشاهده ای انجام نشده که کاملا تاییدش کنه برای همین از نظر بعضی از دانشمندا اصلا یه نظریه علمی حساب نمیشه هرچند بعضی دیگه معتقدن که همین پشتوانه قوی ریاضیاتی که داره میتونه به ما کمک کنه تا به نظریه ی همه چیز برسیم مشکل بعدیش اینه که هنوز هیچ توضیح کاملی برای ماده تاریک و انرژی تاریک نداده هرچند خود وجود ماده و انرژی تاریک هنوز جای سوال داره احتمالا هنوز باید چندین سال دیگه صبر کنیم تا ببینیم این نظریه کلا رد میشه یا اینکه همینطور کامل و کاملتر میشه تا اینکه بالاخره جواب ما رو میده به نظرم دو تا از چیزهایی که خیلی تو این قضیه تاثیر دارن یکی کشفیات سرن هست که میتونه شناخت ما از ذرات بنیادی رو کاملتر کنه یکی هم تلسکوپ جیمز وبه که میتونه دانش ما از اون اتفاقاتی که لحظات اولیه پیدایش جهان افتاده رو بیشتر کنه خلاصه تمام حرفایی که تو این ویدیو زده شد اینه که ذرات زیراتمی به خاطر اینکه خیلی خیلی ریز بودن اندازهگیریشون به شدت سخت یا شاید هم بود دانشمندا اومدن این ذرات رو به صورت نقطه در نظر گرفتن که همین باعث شد پیشرفت خیلی زیادی تو شناخت این ذرات داشته باشیم اما این ذرات نقطه‌ای جواب مناسبی برای نیروی گرانش نداشتن برای همین دانشمندا این بار به جای نقطه از خط استفاده کردن اینجا نظریه ریسمان ارائه شد انگار که دنیای ما با این همه پیچیدگیش در نهایت از تارهای کوچیکی از جنس انرژی ساخته شده که ارتعاش میکنن و موسیقیش میشه ماده و انرژی و ستاره ها و کهکشان ها و من و شما خارج از اینکه در آینده اثبات بشه یا نشه خیلی ایده جالب و هیجان انگیزیه این نظریه جواب خیلی از سوالات رو داد ولی باز پیچیدگی های زیادی به وجود اومد که هنوز جوابی براشون نداریم اگه یه زمانی بتونیم نظریه نسبیت رو با فیزیک کوانتوم ترکیب کنیم و به نظریه همه چیز برسیم جواب خیلی از سوالاتمون رو میگیریم این احتمالا بزرگترین انقلاب علمیه که در آینده اتفاق میفته شما هم لطفا نظرات خودتون رو تو کامنت ها بنویسید لایک هم لطفا یادتون نره یه نکته هم تا یادم نرفته بگم اینکه من میگم بدون ترس سوال بپرس بعضی از دوستان فکر کردن منظورم اینه که از من سوال بپرس نه من میخوام بگم که ذهن پرسشگر داشته باشید هیچ چیزی رو بدون دلیل قبول نکنید چون کاملا واضحه دیگه هیچکس نمیتونه بگه هر سوالی که دارید از من بپرسید حتی بزرگترین دانشمندا هم نمیتونن همچین ادعایی کنن حالا من که دیگه اصلا چیزی بلد نیستم که بخوام همچین حرفی بزنم پس تا ویدیوهای بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرسید